سلام دوستان، سلام بروی ماهتون. خب همونطوری که بهتون وعده داده بودم، آموزش طراحی مدار فرمان و قدرت در برق صنعتی شروع شد. اولین جلسه هستش که من در خدمتتون هستم. میخوایم با قدرت بریم جلو و بتونیم همه مدارها رو تحلیل، بررسی و طراحی و خدمت شما اشرفت که رسم بکنیم. خب همونطوری که میدونید اسم کانال من فنی تیوبرز هستش. من توی این آموزش که اولین جلسه هست میخوام در مورد بیس طراحی مدار فرمان و قدرت و شناخت تمامی تجهیزات خدمتون توضیحاتی رو بدم. از جلسه بعدی میریم سراغ مدارها و یکی یکی مدارها رو بررسی میکنیم. خب همونطوری که میدونید اولین چیزی که وقتی یک تابلو برق به دست ما میرسه، ما کاری که باید بکنیم این هستش که نقشه‌ای که از تابلو برق به ما ارائه میشه بتونیم اونو نقشه خوانی بکنیم و تجهیزات اون رو بشناسیم. یعنی باید بدونیم که چه تجهیزاتی داخل یک تابلو برق استفاده شده و هر کدوم از تجهیزات چه مشخصه فنی دارن. خب در ابتدا من میخوام خدمتتون بگم که تابلو برق ها یا به اصطلاح مدارهای فرمان و قدرت دو تا نقشه دارن، یکی مدار فرمان و یکی هم مدار قدرت. توی تابلو برق ها به همین شکل هستش، یه دونه مدار حقیقی دارن به اصطلاح و یه دونه مدار هم مدار تقطی دارن که به صورت تقطی اومدن نشون بدن. من در ابتدا اون تجهیزاتی که بیشتر و پرکاربردتر هست داخل مدارهای فرمان و قدرت رو براتون الان بررسی میکنم. توی جلسه بعدی میام یکی از مدارهای فرمان رو بررسی میکنیم، قشنگ کامل رسمش میکنیم و یکی یکی بریم جلو. فکر میکنم توی 10 الی 15 جلسه بتونید به یه حدی برسید شما که بتونید به طور کامل نقشه خوانی بکنید و مدار فرمان رو انشالله بتونید طراحی بکنید. پس با من همراه باشین و با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن خودتون و حمایت از من به من کمک بکنید تا بتونید با انرژی بیشتری در خدمتتون باشیم. بچه ها بریم سراغ آموزش. خب ما توی مدارهای فرمان و قدرت یه سری تجهیزات داریم که من یکی یکی خدمتتون توضیح میدم. اولین تجهیزی که میخوام بهتون بگم کلیدهای MCCB یا کلید کامپکت و یا کلیدهای اتوماتیک هست. شکلش به این شکل، بچه‌ها نگاه کنید، یه قسمت بی متالی داره یا یه قسمت حرارتی داره که مدار شما رو در مقابل اضافه بار حفاظت میکنه و یه قسمت مغناطیسی داره که اگر جریان اتصال کوتاهی به وجود اومد میتونه مدار ما رو قطع بکنه. پس کلیدهای اتوماتیک در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه و حتی اگر یه دونه فاز هم قطع بشه میتونه مدار ما رو قطع بکنه. یعنی اگر شما کنترل فاز تو مدار نداشته باشین، یه فازتون اگر قطع شد، خب الکتروموتورتون سه فاز است دیگه، دو فاز میشه میسوزه و کلید اتوماتیک اینو میفهمه و مدار شما رو قطع میکنه. ابتداش تو قسمت بالاش 1 3 5 سه تا فاز بهش میدیم، در قسمت خروجیش هم 2 و 4 و 6. کلیدهای موتوری و یا MPCB خدمت شما عرض شد که MPCB اونام دقیقا شکلشون مثل همین هستش، فقط اونها دو تا تیغه، 4 تا تیغه دارن، دو تاش نورمالی کلوز و دو تا نورمالی اوپن هست که برای چراغ سیگنال و فرمان استفاده میشه که شکلش هم مثل همین هستش، فقط دو تا تیغه نورمالی کلوز و این نورمالی اوپن توشون اضافه میشه که اونم من در ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. پس شکل کلیدهای MCCB یا کلیدهای اتوماتیک و کلیدهای MPCB و یا کلیدهای موتوری و یا حرارتی هم تو بازار بهشون میگن، شکلشون مثل هم هستش. خب میره سراغ خدمت شما هست که مشخصه بعدی که داخل مدارهای فرمان و قدرت استفاده میشه که همون کلیدهای مینیاتوری که بعضی هم بهش فیوز مینیاتوری هم بهش میگن. کلیدهای مینیاتوری دو دسته هستن. ببینید یه دستهشون هم در مقابل اتصال کوتاه هم در مقابل اضافه بار مدار ما رو حفاظت میکنه. من اینجا کشیدم، نگاه کنید، اتصال کوتاه که این میشه که حالت مغناطیسی میشه و بالایی که کلید اتوماتیک هم داشت حالت حرارتی هستش که مدار ما رو در مقابل اضافه بار حفاظت میکنه. پس اگر کلید مینیاتوری تو مدار دیدین که این دوتا رو داشت، هم اتصال کوتاه هم اضافه بار، اگر روش یه علامت 1 نوشته بود یعنی کلید مینیاتوریتون تکفاز هستش، ولی اگر روش یه خط کشیده بودی علامت 3 نوشته بود میشه کلید مینیاتوری سفاز، میشه به این شکل. ببینید سفاز است، سه تا فاز بالا وارد میشه و از پایین خارج میشه. الان تو این شکل هم اگر ببینید بچه‌ها نگاه کنید، هم مشخصه اضافه بار داره هم مشخصه اتصال کوتاه. اینم از این. حالا اگر که کلید مینیاتوری داشتین که روش فقط یه علامت فلش کشیده بود، یعنی مدار شما رو فقط در مقابل اتصال کوتاه حفاظت میکنه،
در مقابل اضافه‌بار حفاظت نمی‌کنه. این مهمه که حتما باید از بیمتال شما استفاده بکنید. خب اگر علامت یک داشت میشه خدمت شما عرض شود که تکواز، ولی اگر علامت سه داشت میشه حالت سفاس. کلیدهای کاردی، فیوزهای کاردی توی بازار بهش پیچاز هم بهش میگن بچه. خب فیوزهای کاردی یا پیچاز هم بهش میگن، اینها فیوزهایی هستن که در آمپراژ بالاتر تولید میشه. الان کلید مینیاتوری تا نهایتاً 120-125 آمپر تولید میشه، ولی اگه بخوایم مقیاسش بره بالاتر مجبور هستیم که از فیوزهای کاردی و یا پیچاز استفاده بکنیم. پس اگر این شکل رو توی مدارهای فرمان و قدرت دیدین میشه فیوزه کاردی و یا کارتیجی. این فیوزه بعدی که دارن این هستش که اگر یه دونه فاز آمپر بکشه و یه فیوز قطع بشه مدار شما دو فاز میشه و موتورتون میسوزه. پس حتما باید به غیر از این از بیمتال و یا کلیدهای اتوماتیک هم استفاده بکنید، چون موتورتون حتما میسوزه. خب بریم قسمت بعدی، فیوزهای کارتریجی، فیوزه کارتریجی و یا HRC. پس من اینجا می نویسم فیوزهای HRC و یا کارتریجی. اینا چی هستش؟ اینا آمپرشون از آمپرای فیوزهای کاردی کمتر هستش، ولی تو مدار فرمان و قدرت استفاده میشه. کجا استفاده میشه؟ توی مدارهای قدرت ست فاز اول میاد داخل این فیوزها، از این فیوزها میاد داخل کلیدهای اتوماتیک، از اون میاد داخل خدمت شما سر کنتاکتور، زیر کنتاکتور بیمتال میشینه و زیر بیمتال هم میره داخل الکتروموتور. پس داخل مدارهای قدرت هم استفاده میشه. داخل مدار فرمان کجا استفاده میشه؟ توی چراغهای روشنایی که داخل تابلو برقا هست که یه دونه میکروسویچ میزنن روی درش، برای چراغ روشنایی داخل تابلو برقا استفاده میشه. برای چراغهای سیگنالی که روی درب واحدها هست، سه تا چراغ سیگنال داره، از اون هم استفاده میشه. پس فیوزه HRC و یا کارتیجی هم در مدار فرمان هم در مدار قدرت استفاده میشه. شکلش هم به این شکله. این هم بدی که داره، اگر یه دونه فاز قطع بشه دو تا فاز دیگه بردار میمونه. پس این یه مشکلی که داره، اگر از این استفاده میکنید تو مدار قدرت حتما باید از بیمتال هم استفاده بکنید. خب میریم سراغ مشخصه بعدی، کنتاکتور. کنتاکتور بچه ها نگاه کنید، این کنتاکتور، این کنتاکتور، کنتاکتور رو توی مدارها اینجوری نشون میدن. سه تا تیغه قدرت داره، 1, 3, 5, 2, 4, 6 اینجا، 1, 3, 5, 2, 4, 6. و خدمت شما شبه که تیغه های فرمان و قدرت هم که داره، تیغه های فرمانش با علامت 13 و 14 23, 24 33, 34 43, 44 43, 44، یعنی رقم یکانش 3 و 4 هست که استفاده میشه. و یه سری تیغه هم داره که اینجا مشخص هست، تیغای بسته است، یعنی در حالت عادی بسته است، وقتی کنتاکتور قطع میشه، وقتی کنتاکتور وصل میشه اونا باز میشن، اینجوری هستش. خب تیغای نرمال کلوزش 11 12 21 22 31 32 41 42، یعنی رقم یکانشون 1 و 2 هستش که میشه تیغای نرمال کلوز، که من حتما توی مدارهای فرمانی که داریم یکی که مثال میزنیم براتون کامل توضیح میدم. خب این کنتاکتور نماد قدرتش هستش. توی نماد فرمان یه آیک و آدو می نویسه، آدو همیشه نور میگیره، آیک هم فاز میگیره. نگاه کنید اینجا رو خودش گفته آیک و آدو. ببینید اینجا، ببینید این بالا خودش نوشته بوبین کنتاکتور آدو، آیکش هم باید این پایین باشه، این آیکش هم اینجاست. ببینید بچه ها، این آیک اینجا نوشته، آدو هم اینجا، یعنی من اگر که به این آیک و آدو یه فازونول بدم از طریق یه پریز برق، یه فازونول بدم، این کنتاکتور میچسبه. تیغه های قدرتش 1 به 2 3 به 4 5 به 6 وصل میشه، تیغه های نرمالی اوپنش بسته میشه، 13 و 14 وصل میشه و 11 و 12 که وصل بود در حالتی باز میشه. این میشه از کنتاکتور. خدمت شما عرض شود که اینا تیغه های نرمالی اوپن کنتاکتور است که در حالت عادی باز هستش، وقتی کنتاکتور وصل میشه این تیغه بسته میشه. اینم خدمت شما عرض شود که تیغه های نرمالی کلوز کنتاکتور هست که همونطوری که بهتون گفته بودم رقم یکانشون 1 و 2 هستش. اینم که نرمالی اوپن هست رقم یکانش 3 و 4 هستش. خب ما یه شاسی استارت داریم، یعنی دکمه سبز رنگی که روی تابلو برقا میبینید، شاسی استارت به این حالت نشون میدیم، روش هم نوشته میشه آی، معمولا روش نوشته میشه آی. هر موقع فشار میدیم کنتاکتور وصل میشه.
یه تیغه استوب داریم، شاسی استوب داریم که روی تابلو برقا با علامت قرمز هست، اینم با او نوشته میشه معمولا، یعنی استوب که روش میتونیم استوب هم بنویسیم، استارت هم روش میتونیم استارت بنویسیم، استوب و استارت. بعضی از شاسی ها هستن یعنی حالت استوب استارت رو با هم دیگه دارن، یعنی وقتی فشار میدیم استارت وصل میشه استوب قطع میشه، بهش میگن استوب استارت دوبل. اونم توی ویدیو بعدی بهتون میگم، الان یه مقدار فرصت نمیشه. بی متال عنصری هستش که تجهیزی هستش که مدار ما رو در مقابل اضافه بار، فقط و فقط اضافه بار حفاظت میکنه. شکلش هم به این شکله دوستان، نگاه کنید اینجوری شکلش هم به این شکله. این اگر کنتاکتور ما باشه، بی متال اینجوری میره از داخل، میره داخل تیغای قدرتش و این پیچه رو باز میکنیم و بی متال این زیر سوار میشه. خب بی متال فقط چون که در مقابل اضافه بار حفاظت میکنه مدار ما رو، پس دوستان نگاه کنید فقط علامت مشخصه اضافه بار رو داره. خب توی ورودیش 1 3 5 یا خودش هم گفته چی 1 3 5، قسمت خروجیش هم 2 تی 1 2 تی 1 4 تی 2 6 تی 3، یعنی 2 4 6 2 تی 4 تی 6 تی. این سته بالا که میره داخل کنتاکتور، این سته پایین هم میره داخل کجا؟ داخل الکتروموتور وصل میشه. اینم از این دیگه. تجهیزات دیگه هم هستن دوستان، نگاه کنید، میشه تایمرها که با علامت تی نشون میدن. تایمر تأخیر در وصل همینجوری هست شکلش، یه دونه تی اضافه میشه، تأخیر در قطع همینجوری هست، یه دونه تی اضافه میشه. میکرو سویچ رو داریم که خدمت شما هست که من یه دونه نمونه رو الان آوردم براتون. اینا یا لیمیت سویچ، ببینید وقتی که یه چیزی بهش برخورد میکنه وصل میشه، قطع میشه، وصل قطع. کنتاکتور کمکی رو داریم که به این شکل هستش، کنتاکتور کمکی هستش. کنتاکتور خازنی توی بانکه خازنی هستش داریم. پوش باتن هستش دوستان، نگاه کنید پوش باتن، یه موقع میخوایم در زمان قطع استرس پوش باتن استفاده میکنیم. ریله ها با تأخیر در وصل و تأخیر با در قطع هستش. الان همین کنتاکتور اگر که یه علامت ضرب در بزنیم میشه کنتاکتور با تأخیر در، خدمت شما هست که وصل. ولی اگر که اینجا این دونه باشه، اینجا رو کامل پر بکنیم میشه کنتاکتور با تأخیر در قطع. اینها شماتیک تجهیزات کلی هستش که توی مدارهای فرمان و قدرت استفاده میشه. انشالله توی ویدیوهای بعدی ما به طور کامل نمونهای مختلفی از مدارهای فرمان و قدرت رو من براتون طراحی میکنم. اولین مدار یه الکتروموتور به صورت لحظه ای رو اندازه میکنیم. خب مدار فرمان دوم میشه الکتروموتور رو وقتی استارت میکنیم کار میکنه و یه شاسی میزنیم قطع میشه. مدار فرمان و قدرت یکی پس از دیگری رو داریم. یه الکتروموتور میخوایم از دو جا کنترل بکنیم و خدمت شما عرض شود که مدار چپگرد و راستگرد الکتروموتور رو داریم، مدار ستر مثلث رو داریم، دالاندر رو داریم و میریم کم کم ستر مثلث، چپگرد، راستگرد و حالتهای مدارهای دیگه که شما میتونید به من بگین که من کدوم مدار فرمان و قدرت رو براتون آموزش بدم. خب این ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم یه بار دیگه ببینید، چون یه سری چیزایی توضیح دادم پای وایت بورد نبود که بتونید بنویسید. توی ویدیو بعدی میریم سراغ اولین مدار فرمان که فردا میشه، یعنی ویدیو بعدی ما نمیشه یک ماه بعد، ما هر روز دو تا ویدیو داریم. ویدیو بعدی ما میشه فردا، حتما ویدیوها رو ببین تا بتونید آموزش ها رو دنبال بکنید. در مورد تمام تجهیزات، بی متال، کنتاکتور، کلید کامپکت، کلید MPCB، همش من توی ویدیو قبلی توضیح دادم، یعنی هر کدومش رو آوردم و به طور کامل براتون توضیح دادم. بریم ویدیو قبلی رو حتما ببینید تا آماده باشیم برای ویدیو بعدی که فردا میخوام بهتون آموزش بدم. اگر که از این توضیحات خوشتون اومد با 3 تا قلب قرمز تو قسمت کامنت ها بهم انرژی بدین. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.